محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با من هستن. آقای ماشینچیان، چرا بعد از 45 سال حکمرانی جمهوری اسلامی وضعیت معیشتی مردم به این حد بحرانی رسیده؟ درود بر شما. علتش این است که وقتی جمهوری اسلامی قدرت رو به دست گرفت، ایران یک کشور با سرعت در حال توسعه بود، با یک جمعیت بسیار جوان و با سرعت در حال رشد، با زیرساخت مدرن، با رشد بالا. این عوامل باعث شد که جمهوری اسلامی موقع قلع و قمع صنعتگران و کارآفرینان و سیاستمداران و مدیران با تجربه کشور هیچ تردیدی به خودش راه نده. با افتخار میگفتند که میلیاردها دلار ذخایر ارزی داریم. فراموش نکنیم که قیمت نفت اوایل انقلاب به پول امروز بیش از 120 دلار برای هر بشکه بود. به عبارت دیگه ثروت سرشار ایران باعث شد که ناشیگری و سوء مدیریت و فساد روزافزونی که از همون روز اول در جمهوری اسلامی بیداد میکرد به چشم نیاد و علارغم ناکارآمدی و بهره‌وری بسیار پایین سیاست‌ها کار کشور پیش میرفت. در 45 سال گذشته عوارض این سیاست‌های غلط به مرور روی هم انباشته شده، رسوب کرده و تبدیل شده به بخش جدایی ناپذیری از حکمرانی جمهوری اسلامی. امروز بهره‌وری سیاست‌ها اونقدر پایین آمده، هزینه سربار فساد و سوء مدیریت اونقدر بالا رفته که حکومت از تأمین نیازهای اولیه کشور هم عاجز شده. الان فقط برای تأمین کالاهای اساسی چندین و چند سیاست متواتر و سامانه موازی برپا شده. حکومت همه حلقه‌های تهیه و تأمین رو در کنترل گرفته، اما در نتیجه قیمت مصرف کننده کالاهای اساسی در ایران گران‌تر از اروپا در میاد. خیلی ممنونم. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با من بودید.